ادب خدمت یکایک شما دوستان و هموطنان عزیز، 19 مرداد 1402 برابر با 10 آگوست 2023. ببخشید ساعت 2:30 شبه و من دارم آروم صحبت میکنم. در کلاب هاوس اتفاقات خیلی عجیب و غریبی افتاد امشب. رئوف و منظرپور و مکس فخرای اتاق زده بودن و در ارتباط با اینکه تاج‌زاده با اصلاح طلبان دیگه تکلیفش رو روشن کرد و از این داستانا داشتن، تا اینکه مهدی خزلی رو آوردن بالا. اگه خاطرتون باشه قبلا یه بار منظرپور با خزلی دعوا شده بود و اون میله پرچم رو حواله خزلی کرده بود و گفته بود بعد از اون دیگه من با این مردک رو هیچ استیجی نمیرم. خزلی اومد و منظرپور رفت پایین و خزلی اومد شروع کرد حرف زدن، اما این رئوف و اون مکس وسط باز بی همه چیز شروع کردن، یا اینکه میذاشتن حرفشو بزنه، هر کسی هم که میخواست بیاد یه تیکایی وسط حرفش بره اجازه نمیدادن، یا اینکه خودشون میخواستن مثلا باهاش صحبت بکنن و بقولن رو بحث بکنن. رئوف که برای خودش شعار نمیدونم کمونیستی میخواست بده و اون تو داستانا و فکر خودشه. خلاصه این مردک خزلی انقدر زر مفسد، منظرپور اومد بالا و رکیک ترین فوش هایی که شاید مثلا یکی دو بار اسکپتیک فقط گفته باشه، اونم یکی دو بار در این حد، به این خزلی گفت و خلاصه و اون ادامه ماجرا. چند تا چیزو فقط بگم. بعد از اینکه منظرپور رفت، طبق معمول دو حالت شد. مکس فخرایی که سریع فاز گرفت که منظرپور جگر سوختش بوده، خود مکس فخرایی بی همه چیز نمیذاش بقیه صحبت بکنن، اعتراضی بکنن، میخواست بیشتر خزلی حرف بزنه، مردمی که پایین روی آدینس داشتن گوش میدادن بیشتر عصبانی بشن، توی کامنت ها چهار تا فوش بنویسن، اینا اتاقاشون رو این شکلی شلوغ میکنن، ولی میذارن یه کسی مثل خزلی بیاد قشنگ 2000 نفر آدم اونجا رو هر چی که بخواد بار اون 2000 نفر بکنه. چرا؟ چون امثال وسط بازان پوفیوزی مثل مکس فخرایی و رئوف اونجا نشستن و اجازه میدن. خلاصه وقتی که منظرپور رفت، مکس فخرایی طرف منظرپور رو گرفت یهو و بقیه هم شروع کردن معلم اخلاق شدن که نه زش بوده فوش داده، چرا فوش زن و بچه داده و فلانه. بابا ما تو جنگیم، اینا وقتی اسم برانداز میاد، من تو اتاقای این حزب اللهیا رفتم، رکیکترین فوشا رو به براندازا میدن، رکیکترین فوشا رو و به ناموس براندازا میدن. اما حالا یه بار یه نفر رد و برخورده به سرش اومده چهار تا فوش به اینا داده، اون آقای دیپلمات سابق اومده بود 3 ساعت داشت برای همه روزه میخوند که نباید با ادب باشیم. آقا جنگه، فوش میدن فوش میدیم، میزنن میزنیم، میکشن میکشیم، فعلا این شکلیه. مردم که شروع نکردن زدن، مردم همه دفاع مشروع کردن. الانم هیچ کس تبلیغ خشونت نمیکنه، دفاع مشروع. حالا اونا میان این همه موهای بچه ها رو گرفتن، موهای دخترای مردم رو گرفتن، کشیدنشون رو زمین، چشما رو کور کردن، جوونا رو کشتن، بعد اینا میان میگن فوش نباید بدیم، حافظ در فلان قرن نمیدونم فلان شعر رو گفته که ادب مرد به زن نمیدونم به چی اون است. بس دیگه، شتر سواری دلا دلا نمیشه. در هر حال دوستانی که ادبیات رکیک دوست ندارن، همین اول کار دارم میگم به هیچ عنوان این ویدیو رو نگاه نکنید، چون اگر نگاه کردین بعدا لطفا توی کامنت ها ننویسین وای این کی بود که گذاشتی. همین اول کار خودم دارم میگم رکیک ترین فوشا توش هستش.
20 دقیقه اول صحبت های تیکه هایی از صحبت این مردک خزلی رو گذاشتم، چون اگه میخواستم اون یک ساعت و نیمی که این حرف زد اون موقع همتون در اون حد منظرپور عصبانی میشدین. بعد از 20 دقیقه که منظرپور میاد و بعدش هم که دیگه میره و اتاق یه مقدار ادامه پیدا میکنه، الان که دارم باهاتون صحبت میکنم خود منظرپور اتاق گذاشته و مکس فخرایی و رعوف هم پریدن رفتن تو اتاق اونو، فعلا دارن با هم گوگلی مگولی خوب میشن. ولی دمش گرم منظرپور، با اینکه من هزار و یک انتقاد به منظرپور داشتم و دارم، اما این یکی کارشو برخلاف خیلی ها من میگم نه، دمش گرم، خوب کاری کرد. حالا زنده باد ایران، ایرانی با شرف، لعنت به هرچی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و کسانی که دارن به جمهوری اسلامی به هر نحو و طریق کمک میکنن تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. نقاب از صورت بسیاری از این وسطبازا افتاده دیگه، امثال مکس فخرایی و دار و دستش. دم همتون گرم، توجهتون جلب میکنم به این ویدیو، لایک و بیلاخ و بالا و پایین یادتون نره. قربونتون برم. میشه اینو کلن دارم عرض کنم، نه برای اینجا، یه جامعه ای میخواد حسین رو در کربلا بکشه، آیا این حقه؟ با اون وضعیت اینطور نیست. یعنی جامعه اگر به خطا رفت و علی خان نشین شد، ما حق رو باید بشناسیم و طرفداری از حق کنیم. ممکنه در یک جامعه ای اکثریت بیاین حق رو بردار بکشن، اصلا این ملاک نیست. اگر کسی در یک جامعه اومد به یک به پزشک گفت از این بعد هر کسی به پزشک تعرضی بکنه، ما میگیم غلطه، به هیچ سنفی نباید تعرض کرد. اگر در یک جامعه عصبانی شدن به یک قومیت، جناب خزری گرفتم دیگه من رو، چون اساسا یعنی کسی که میگه امام پرانی، اون کسی که تو مترو سوار شده اتفاقا آدمی بوده که زندانی این حاکمیت بوده، مستضعف هم بوده، امامش چرا پروندن؟ این تعدیه، تعرضه، باید محکوم کنیم هممون. رایان جان اجازه بدید منم یک دقیقه، رایان عزیز بله بله، ببینید من تاکید کردم که چه خوب است آقای خزلی تشریف بیارن بالا. ببینید جان کلام رو گفتن دیگه، ببینید جان کلام، خواهش میکنم این قسمت حرف ایشون رو برش بدید، ایشون هم حتما دیگه رضایت دارن. جناب آقای خزعلی فرمودن من در انتخابات حتی اگر انتخابات صدام حسین هم باشه شرکت میکنم. یه اتمام حجت حاصل شد. صدام حسینی که دست در خون اکراد داشت، دست در خون شیعیان داشت، دست در خون ایرانیان داشت، دست در حمله به کویت داشت، یک خانواده فاسد بود، یک دیکتاتور مطلق بود که همین جناب خزعلی در جبهه جنگ یادش بخیر، به هر حال ایشون هم حضور داشتن و اون زحمت ایشون هم قابل تقدیر هستش در جبهه. اما ایشون حرفشون اینه که من در اون انتخابات اونجا هم باشه شرکت میکنم. نظرشونه. نه شرکت میکنم، میگم باید شرکت کنید، با صندوق رای در نکنید. بله یک لحظه من جمله رو کامل کنم. ببینید اما نگاهمون اینه که یک انتخابات وقتی نمایشی باشه، آبیاری کردن درخت استبداد است، آبیاری کردن درخت ظلم و ستم است، آبیاری کردن شجره خبیثه دیکتاتوری است، آبیاری کردن قتل ها و شکنجه ها و دروغ ها. و تو این مجلسی که الان اگه الان دل سفره دل آقای خزعلی رو باز کنید در همین مجلس، الان من مطمئنم برای شما 2 ساعت سخنرانی درست خواهد کرد که آقا اون نماینده رو دیدید، این رئیس مجلس رو دیدید، آقای قالیباف رو دیدید چه کثافتیه و و و و. وقتی که اون وقت میبینید که مکانیزمی برای حذف آدم ها، پالایش انتخابات وجود ندارد، خب ایشون باز میگه شرکت میکنن. لذا به نظر من بحث اضافی نکنیم، نظرشون ابراز کردن. این بحث خیلی پر رنگ بود، ایشون بگه حتی انتخابات ریاست صدام حسین شرکت میکنن. این یک نکته که من خواستم تکمیل بحث رو ببندیم، بگیم که ما از آقای خزعلی چی شنیدیم. یک پرسش هم دارم الان خدمت شما آقای علیزاده. یک پرسش هم دارم، اینم جواب عملی او بدانند ما چه رأیی داریم.
حالا هر چی دیگه عمله او و غیر عمله اینا دیگه توجیهات دیگه، صدام حسین هم شما بگی عمله او بداند ما چه داریم میکنیم. یک رادمردی مثل آقای تاجزاده امروز میتواند یکم دهانش رو جلو دهانش رو بگیره، اندازه کافی هم تو زندان افتاده بود بعد از 88 و اینا، دوباره میاد ایشون به زندان میفته، الان از درون زندان هم این گونه رادمردانه صحبت میکنن. جناب آقای خزعلی یه لحظه پوزش میکنم، تو سیستم بود، تو سیستم، خیلی خوب تو سیستم بود، شما تو سیستم هستی، حالا دستش به گوش نمیرسه، میگه خیلی خوب باشه، شما الان ببینید شما هم تهمت زدید بهش دیگه، اونم حضور نداره، من دفاع کردم، شما بالا بیاید که از خودتون دفاع کنید. الان شما میگی دستش مگه اصلا میتونه بیاد که میگه نیاد؟ مثل اون عزیزانی که خارج از کشور هم میگن برین شهید چی، آقا تو هم بیا با هم بریم شهید چی، نه اینکه برای من نسخه پیچ. ببینید آقای تاجزاده که نمیگه من چون نمیتونم شرکت نمیکنم، بیانیشو بین دو زندان آزاد شد، کاندید ریاست جمهوری شد، پس وقتی میتونست شرکت کرد. بله اون زمان احتمال میدادش که نظام یه مقدار منعطف باشه. هر چی شما در واقع تاجزاده میخواید فکر کنید اشکال نداره، من اصلا نمیدونم، نمیخوام نظر شما رو تغییر بدم. من عذرخواهی میکنم جناب آقای، نه آقای مکس یه پرسش هم دارم از آقای خزعلی. بله حتما یک پرسش دارم، من صحبت الان نقطه میذارم. نه نقطه نذارید. آقای سلیمانی، آقای مصدق مایکشون رو باز کردن، من هستم، اگر ورود نمی کنم به خاطر اینکه آقای خزعلی و آقای خدا آقای علیزاده دارم با هم صحبت میکنن. بگذارید من پرسشم رو بکنم، من باور کنید 10 ثانیه است، اجازه بدید 10 ثانیه. جناب خزعلی، بس نظرتون رو در مورد انتخابات شنید، نظرتون در مورد انتخابات شنید، شما آنچه که میبینی تو گویی یک آبی رو میبینی، میگه خب بالاخره من سر این آب میرم، حالا تمیز باشه نباشه بالاخره میخورم. آنچه که ما میبینیم و تاجزاده میبینه آب نیست، سراب است. هی شما رو توی گرمای تابستون میبری جلوتر، میبینی که اینجا نبود، دوباره جلوتر، تا اینکه تلف میشه طرف. این تشخیص شما و این تشخیص ما، این به کنار. یک پرسش دارم جناب خزعلی، در سالهایی که شما در زندان افتاده بودید، آقای مسعود مؤیدی دوست آن زمان شما لااقل به شخص خود من مراجعه کرده بود که آقای خزعلی رو به ظلم در زندان انداختن، میخوایم یک بیانیه چیزی امضا بکنیم که به هر حال اسباب استخلاص ایشون فراهم بشود. من خودم شخصا ابتکار آقای مسعود مؤیدی رو امضا کردم، گفتم نام منو بزنید زیرش. فکر میکنم 2-3 مرتبه شدش که نامه‌ای، نمیدونم، درخواستی، امضایی جمع شد. فکر کنم 2 بار بود یا 3 بار بود، لااقل 1 بار بودش، اینو من به وضوح یادمه. به هر حال روابط حسنه اون موقع شما داشت، الان میدونم روابط شما آقای مؤیدی حسنه نیست، اما ما انسان‌ها رو بر اساس روابط خودمون نگاه نمی‌کنیم، بر اساس انسانیت میخوایم ارزیابی کنیم. الان پرسش من اینه، الان که آقای مؤیدی در زندان افتاده است، شما نمیگم حالا کمپین را اندازی کنید فلان فلان فلان، نه، آیا درخواست شما آزادی آقای مسعود مؤیدی از زندان هست یا نیست؟ پرسش من yes and no هستش، یعنی یه بله و نه خیر داره. بله. استدعا دارم خیلی واضح و آشکار پاسخ بله. منو بدید. پرسش من تمام، نقطه. عرض کنم اولیش که اون آب میخوریم آب بد و خوب، نخه، آب بد رو نمیخوریم، پاکیزه میخوریم و قطعا فقط برای تأثیر گذاری، یعنی متحری اگه با تک رأی گفتیم رفت تو مجلس تأثیر داشت، آقای پزشکیان تأثیر داره، یک نفر هم در مجلس برود درست فکر کنه تأثیر داره. اما قصه ای که آقای مؤیدی کمپین اعتصاب غذا برای من راه انداخت و از خیلی ها پول گرفت به خاطر کمپین تلگرامی راه بندازه، این خطاست. آقای مؤیدی در اینجا در سرای قلم هر بانوی اومد شکایت ازش کرد و هر آقای اومد گفت پول ازم گرفته، در کلاب هاوس هم از همه پول گرفته و همه من روی استیج گفتن، یعنی برای بیماری. ببخشید من معذرت میخوام آقای دکتر، بگم چی آقای دکتر خزعلی، آقای خزعلی خواهش می‌کنم، نه آقای محمد رضا، آقای کیا و مهمتر، حالا مهمتر، اجازه بفرمایید آقای خزعلی نکته الان زندان رو میخوام بگم، زندان رو میگم، الان زندان نیست، دروغه،
دروغ گفته، اصلا زندان یک بارم نرفته، همش دروغه. ایشون یک پرونده داره. بله. مواد مخدر در زندان خزلی. اینو بگذاریم. من ازتون عذرخواهی میکنم. آقای دکتر خزلی. مگزز من این موضوع رو بگم اساسی. من این قصه که قاعد نمیکنیم آقای خزلی. این موضوع اصلا موضوعیت نداره. آقای معیدی. اگر الان حضور پیدا کنن. نه بذار صحبتشون رو بکنم. نه بذار من خواهش میکنم. آقای معیدی نیستن که از خودشون بگن. اشکال نداره بابا، نظرشون رو بذارید بگن. آقا خواهش آقای مکس بگم به شما چیه. بذار استدعا دارم آقای بفرمایید. آقای خزعلی من اجازه دارم. آقای احمد شمس یک بیانیه خیلی کوتاه فقط. آقای احمد شمس بیانیه داد که مسعود معیدی رو به خاطر افشاگری علی مهدی خزعلی بازداشت کردن. درست شد. چهار تا دروغ هم زیرش نوشت. بعد خانم نگار مظفری یه روم زد که ایشون زندان است و درستون براش تنگ نشده. ایشون رو تو رومش بود، یعنی امروز بنا بود ایشون بره زندان، خداحافظی کرده بود با آقای مزدارانی، نگفت بود دارم میرم زندان قزل حصار، به این عنوان خداحافظی کرده بود به اون خانم مظفری، گفت روم بزن بگو مسعود رفت زندان. درست شد. همون ساعت من زنگ زدم به مادر مسعود، گفتم میگن ایشو دستگیر کردن، گفتن نه خیر پیش منه. زنگ زدم به خانم نگاه مظفری، چرا دروغ روم میزنید؟ چرا آقای شمس دروغ میگه؟ میگه به خاطر چی رفته؟ اینکه قرار بوده بره زندان مواد مخدر، به خاطر مواد مخدر نرفته، با وثیقه آزاده، پیش مادرش نشسته، چرا دروغ میگه؟ چت اینا هم هست. آقای مزدرانی گفت سر ما کلاه گذاشته، گفت میرم زندان، نرفته. خانم مظفری هم گفت دروغ گفته. خب برو روم بزن بگو دروغ، مردم اخفال کردی، برو روم بزن بگو این بازی کرده با ما. گفته میرم، نرفته، پیش مادرش هم نشسته. مادرش هم گفت نه خیر، ما ایشون قزل حصار وثیقه گوش. خب میدونی زندانی وثیقه میذاره تا آیه دکتر خزعلی. آیه دکتر خزعلی اجازه میفهمه. آیه عباس زاده فکر میکنم نکته ای داره. آیه عباس زاده بله، من نه قبل از آیه عباس زاده، با اجازه آیه عباس زاده. آره یه خود موضوع رو. آره من اول اینکه خدا رو شکر، حالا اگه آقای معیدی هر کسی زندان نره خدا رو شکر، خبر خوبی دادین آقای آقای خزعلی، خیلی ممنون. یه نکته ای آقای من یادداشت کردم، آقای عباس زاده فرمودن، آقای خزعلی من می‌خواستم ببینم نظرشون واقعا همونیه که صحبت کردن یا اینکه عوض شده. اینجا ببخشید من این یادداشتو بخونم. این آقای عباس زاده فرمودن جنبش زن زندگی آزادی بسیار شهدا و جاویدنامانی بودند مانند مجید رضا رهنورد و امثال هم، خود ژینا و بالاخره عزیزانی که کشته شدن فکر کنم بیشتر از 600 نفر بودن، که حالا صد و خورده یم از نیروهای امنیتی اگر اشتباه نکنم. آقای خزعلی شما اینا رو فقط مثلا یک صحبت‌های هیجانی میدونین یا شما هم باور دارین که این عزیزان مظلومانه کشته شدن؟ آیا احقاق حقی رو مد نظر دارین؟ من یه سواله، آیا شما بالاخره من به عنوان کسی که اگر بخوام به صحبت‌های شما اعتماد داشته باشم، از جنس مردمم باشم، کشته شدگان مردم، کودکانی که جلوی چشم ما کشته شدن رو، مثلا شما که دایه حسین و علی اصغر رو دارین، که ما علی اصغر رو داریم باش زندگی میکنیم، کیان پیرفلک و غیره، این موضع شما هیچ وقت شفاف نبوده، گهگداری هم علیه مردم بوده. همین من سوالم همین بود مکس عزیز، خیلی ممنون که ببینید ما یک نظامی داریم. وقتی میگیم مبارزه مدنی خشونت پرهیز، در وسط جنبش سبز 25 خرداد وقتی مرگ گفتن، گفتیم مرگ نگید، ما دنبال رأیمون هستیم، انتخابات سالم. لذا وقتی ما خشونت رو نفی میکنیم، طبیعتا قهرمان ما قلم به دست دارد نه قمه. هرگز کسی که خشونت ببرزد، فحاشی کند، قمه دستش بگیره، آتش بزنه، ما این مسیر رو تایید نمیکنیم. همیشه هم گفتیم، با صدای برندم گفتیم، به پرچم، به دین مردم، به هر دینی، به بودا اهانت کنه ما خود فاصله میگیریم، به موسی اهانت کنه فاصله میگیریم، به عیسی اهانت کنه فاصله میگیریم. وقتی در رنکینگ اول دانشگاه ما، دانشگاه شریف، الفاظ رکیک جنسی داده شد، وقتی میخوام بشینید سبزی پلو ماهی بخورید روتون نمیشه دیگه، میبینید با یه فحش جنسی همراه شده، من فکر میکنم ما از همون اول گفتیم ما وارد فحاشی و اهانت و خشونت نمیشیم. هم تو آقای تایزاده هم گفت خشونت، ما نه اهل خشونت نیستیم، یعنی ما قطعا همراه خشونت. آقای خزعلی اینا که تعارفه برادر، شعار انتخاباتی نه، وارد موضوع نمیشیم فحاشی موضوع. آقای خزعلی آدم کشته شده، قتل انجام شده، جنایت، حالا من 16 ساله رحمش خارج شده افتاد. شما چه پاریس هیچ اتفاقی نیفتاد، ما اینجا بود، من خودم شرکت داشتم تو اون تظاهرات. آقای رفت ببین 4 تا مناظره کردم، جواب اینا هست، با آقای دکتر ایجادی تو شبکه وان، با آقای امید دانا، با آقای فخرآور و یکی دیگه. خب اینا عدد نیستن، اینا که شما مصاحبه کردین آدمای
آقای زیاد باسوادی نیستن. آقای صادق زیبا کلام، نه حرفامونو زدیم تو اونجا راجب جنبش مهسا، حرفامونو زدیم، نقد و تحلیل از اول تا آخر گفتیم، همش هم تو کلاب هاوس هست. آقای زیبا کلام هم همینجا هست. آقای زیبا کلام نه فیلمش هم اصلا اسکایپی بود. ما راجب این همه این صحبت ها، نه تو همین کلاب هاوس، اسکایپیش راجب اسرائیل، راجب بحث اسرائیل، یعنی اینا همش مناظراتش هست. اما شما اگه بخوان باز باید از یه مبنای شروع کنم. اگر فردا اومدم من خیلی ساده صحبت میکنم آقای خزلی، واقعا به خدا جدی دارم میگم، شما داریم با یه آدم عادی، با یک دانشجو، آقای خزلی شما داریم با یه دانشجوی عادی از جنس مردم صحبت میکنید که سوال داره، همین سوال هست، جواباش خیلی واضحه. جواب اصلا خیلی شما واضحه. نمیتونیم مثلا امثال ما رو بپیچونین. خب نمیتونی این کار کنی. من دفاعیه میدونم چیه، من جلوی 6 7 تا استاد نشستم دفاع کردم از پروژه، میدونم این کار رو دارم میکنم. آقای خزلی جنایت اتفاق افتاده، جنایتی که هم وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی هم تایید کردن، مصادیق بسیاریش حداقل در 240 موردش، 238 موردش، خب تاییدیه پزشکی قانونیه. این جنایت ها اتفاق افتاده، شما داری اینو به چی میچسبونی؟ به فحش و اینا؟ این داستان واقعا شعاره، واقعا شما داری فرار میکنی. و من امید دانو این آدم های کودن نیستم که بخوای همچین حرکتی بزنی. مناظره امید دانو من دقیقا گفتم، ما در فراخان گفتم فراموش کن، اون یه آدم کودنیه، اونو فراموش کن. آقای خزلی ما اصلا با ما وارد بحث مثل اونا نشو، با ما دقیق استاتیکسی صحبت کن، یعنی علمی صحبت میکنیم. آقای خزلی من اصلا نمیذاری جواب بدم، جواب هر خودت میزنی. نه جواب من آقای خزلی خیلی ساده است، یک سواله، یک جوابه. من دارم جواب این جنایت ها رو شما که دیدین و تایید شده، تایید دولت جمهوری اسلامی، پزشکی قانونی، این فحاش، این با جریان شما سبزی پلو با ماهی میخورید، مردم دیگه با باجناقشون نمیتونن. آقای خزلی شما سبزی پلو با ماهی دیگه نمیتونی بخوری، مردم دیگه با باجناقاشون دیگه نمیتونن اصلا سلام علیک کنن. ببین الان یه کاری کردی شما که یه شعارایی بدی نذاری من صحبت کنم. اجازه میدی صحبت کنم؟ الان 5 دقیقه داری شما اگر حرفای من صریح و واضح بود مثل خود من صحبت کنین خواهشام. اجازه هست؟ بله اجازه هست، ولی مین پوینت الان الان واسه چی نمیذاره؟ خب شما پس اصلا نمیخواد کسی صحبت کنه. چرا میخوام جواب بگم. جواب اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، اگه کلام قطع نشه، جواب این است که اگر در فرانسه الان من در 3 ساعت فراخوان به چی بوده است؟ آیا مبارزه راهپیمایی خشونت پرهیز بدون سلاح بوده است؟ نه، گفته بزنید بکشید پلیس رو. در میدان چی بوده؟ پلیس آتش زدن، کشتن، نوشته آقا باتومو تا ته فرو کنید، نصف فرو نکنید. این فراخوان، این میدان بعد چی پخش کرده؟ آتش گرفتن پلیس رو پخش کرده و از کسی که پلیس رو کشته قهرمان ساخته. حالا اگه فردا تو فرانسه بگن کت زرد و پوشین برید پلیس بکشید، یه دور پلیس نمیذارن کشته بشه، جلوش با سلاح جنگی میگیرن، میگن نمیذارین پلیسمون کشته بشه. وقتی فراخوان کشتن است، فراخوان جنگ شهری است، فراخوان کوکتل مولوتوف است، فراخوان چاقو زدن است، چه انتظاری داریم؟ ما نمیتونیم از این فراخوان دفاع کنیم و عملا تو میدان همین شده. هفته اول فقط نیروی انتظامی و بسیج کشته داده، چون که رئیسی در سازمان ملل بود تا سخنرانی نگه، تو برنگش اجازه ندادن. آقا هفته اول کلی دختر بچه کشته شد. آقای خزلی چرا تعریف میکنین؟ خب همینه که هفته... آقای منظرپور الان حاضر نیست با شما صحبت کنه، میگه به نتیجه نمیرسید. بچه هفته اول از این طرف بوده و وقتی کسی فراخوان میده بریم بکشیم پلیسو، طبیعتا این اختیار رو داده که اون حاکمیت و سرش از پشت دفاع. جناب خزلی شما قلب مطلب ببخشید، بنده استیج رو ترک میکنم دیگه. قلب واقعی ببخشید، من معذرت میخوام. احمد جان، آقای آصفی، آقای احمد مصدق عزیز و اون دوست عزیزی که تمایل دارن استیج رو ترک کنن، هیچ نیازی به گفتن نیست. هر کدوم از دوستان دوست دارن میتونن تشریف برن پایین، تشریف برن نیم ساعت دیگه برگردن. علاوه این که دوستانی که خودشون مودریتر هستن تو اتاق میدونن اگر آقای عباس‌زاده یا رئوف دارن با آقای خزلی صحبت میکنن، دیگه اگه 3-4 نفری بخوایم حمله کنیم، سوال کنیم، که هیچ اتفاق خاصی نمیفته. من مجدداً مایکو به آقای رئوف یا آقای عباس‌زاده میدم، اگر نکته‌ای دارن با آقای خزلی به اتمام برسونم. بفرمایید آقای. من خیلی کوتاه یک نکته رو بگم. من یک دقیقه صحبت میکنم بعد میرم پایین. یک دقیقه بیشتر تشکر میکنم، منتظر باشید آقای محترم. بذار صحبت کنن، ایشون هم صحبتشون بکنن. خواهش میکنم. بفرمایید آقای محمد رضا دیزاجی.
از ادب و احترام دارم به همه عزیزان اسم نمیبرم دیگه، از بالا از آقای رئوف بگیر تا پایین بجز آقای خزلی و همه شنوندگان عزیز و محترم. جناب آقای خزلی، به نظر من و اکثریت مردم ایران بهترین راه برای اینکه حاکمیت صدا و نظر مردم را بشنوه و بفهمه شرکت در انتخابات نیست، بلکه تحریم انتخاباته. چون هر کس بره رای بده رژیم میخواد بگه که به ما رای دادن، بارها اینو گفتن و عملی هم کردن. شما خواهش میکنم منحرف نکنید مردم رو، و دلیلم دارم برای حرفم. اگه تمام نمایندگان مجلس تمامشون مجلس شورا رو دارم میگم اصلاح طلب باشن همشون و حتی قوانین رو بیان برای گشایش امور کشور و مردم بخوان تصویب بکنن، یا بیان یه قوانین رو برخلاف نظر رهبری تصویب بکنن، ما با شورای نگهبان منصوب رهبری، مجمع تشخیص مصلحت منصوبان رهبری و خود حضرت ولی مطلقه فقیه که مافوق قانون و مافوق قانون اساسی است و حق وتو داره چه کار کنیم؟ مگه برای رفراندوم و تغییر قوانین قانون اساسی نباید رهبری موافقت کنه؟ ایشون که یک سر سوزن رأی و نظر و خودشیفتگی و دیکتاتوری و لجبازی و دهنکجی به مردم که بر نمیگرده که شاهد بودید. چرا 25 سال با این حرفا مردم رو فریب میدید؟ این بازی رژیم کی میخواد تموم بشه؟ این راه کلاهبرداری و شیطان صفتی رو تا کجا میخواین ادامه بدید؟ چرا خجالت نمیکشن اونایی که میان برای انتخابات میخوان تنور انتخاباتی گرم کنن؟ چرا صدای شکستن استخونای مردم رو نمیشنویم؟ آقای دیزجی کلاس، من تمام کردم، من تمام کردم، میرم هم پای. مرسی آقای خزلی. گفتین بیانیه دادن که مردم بیان پلیس رو بکشن. اوکی، این بیانیه رو من به شما 10 دقیقه وقت میدم بذارید بالا. در غیر این صورت شما ما یک آدم کسکش زن قهبه بیناموس پست هستید. آقای منظرپور خواهش میکنم، آقای منظرپور هیچگی حرف نزنید، من اینا رو بعد این صدا رو ضبط میکنن. آقای منظرپور به ضرر خودمونه، به ضرر شماست. چون کش مادر جنده بذار بالا. آقای منظرپور بیانیه رو بذار بالا، مادر جنده چون خواهش بذار بالا. آقای منظرپور خواهش میکنم، من مایک شما رو ببندم. آقای منظرپور خواهش نکن، آخه این صدای شما رو ضبط میکنم، پایین آدم ها هستن. آقای منظرپور دارم میبینم، فوش ندین خواهش میکنم. آقای منظرپور به خدا این چند ماه اینجا میمونه، اون موقع ما داستان داریم. مادر سگ بذار بالا. آقای منظرپور داره استفاده میشه. آقای منظرپور، آقای بزرگوار که مادرتون جنده نیست بذار بالا. آقا بیانیه رو بذار بالا. خوش ندین آقای منظرپور خواهش میکنم. خیلی آقا من بیانیه رو بذار بالا. من خواهش دارم. آقای منظرپور این صدا ضبط میشه، صدای قبلی شما هنوز دارن این دوستان تو اتاقای خصوصی میذارن. به خدا من میگم به خدا تو اتاق. بله متاسفانه ببین ما با کسانی که این الفاظ زشت به کار میبرن طرفیم، اما حالو نزدیک به 40 تا برنامه جدی بگیریم جنگ شهری درست کرد. آقای مهدوی فر همین ها نوشته، برید صفحش بخونین، میگه با تو تا نصف فرو نکنین، تا ته فرو کنین، پلیس گرفتین بکنین تو گوم نبرخونه، بندک به بنزین آتیشش بزن. اینا رو بخونین. آقای جوانمردی رو بخونین، اینترنشنال رو ببینید. بذار بالا، من بلد نیستم بذارم بالا. بخشی من اصلا بلد نیستم این کارو بکنم، باید یاد بگیرم. تا بیانیه رو بالا، شما مؤدب باش، یک کمی ادب داشته باش. ادب مرد بهز دولت اوست. شما من نمیدونم چرا اینقدر الفاظ رکیک تو دهان شماست. مادرتو گاییدم بذار بالا. زشت پدر کسکش توه. مادر جنده بذار بالا بیانیه رو. خب ببین ما با این آدم ها میخوام، برای همین ما واسطادیم دیگه. میگه اگر یه همچین آدم های بیان میخوام به ناموس مردم تو اینجا تجاوز کنم. من به ناموس تو تجاوز میکنم، من به زن تو تجاوز میکنم، من به آبجی تو تجاوز میکنم، به جد و آباد تجاوز میکنم. چونده مادر پدر سگ بذار بالا. اگر چون ندادی بذار بالا، اگر چون ندادی بذار بالا بیانیه رو. خب دیدیم آقا کیا طرفیم دیگه. آقا جون میگم اگر چون ندادی بذار بالا دیگه. آقای منظرپور خواهش میکنم، مگه تو نمیگی من که اون ندادم بذار بالا؟ اگه ندادی بذار بالا. خب دیگه من فقط فکر میکنم که این برای حداقل شناخت مردم که ما با چه کسی طرف هستیم
زیبا بود. کند مادر پدرسگ، تو با من طرفی، بذار بالا بیانیه رو. اگه نگفتی بیانیه دادم پلیس رو بکشی. بله بذار بالا. یکی نه صد تا رو میخوام بذارم بالا. بیانیه رو بذار بالا بابا، یکیش رو بذار بالا. آدرس دادم همین الان باز کن صفحه اینایی که گفتم. یک عدد رو بذار بالا، زر نزن کسکش، زر نزن، یک دونه رو بذار بالا، یک دونه رو بذار بالا. ما واقعا ادب ندارید؟ خفش رو ما در سکتو از ادب صحبت میکنی؟ ما در جنده. من متاسفم برای جامعه‌ای که اصلا به شما، من متاسفم برای اجازه میده بیان شما این پرسید این چه الفاظی عزیز من؟ آخه این چیه؟ آخه هر چه باشه اونم یه انسانه. خفه بذار بالا، خیلی بیادبی شما. دفعه آخر دارم از آخه به مادر و پدر کسی چه کار داری شما؟ آقای منظرپور یکم ادب داشته باش. آقای منظرپور به اعصابت مسلط باش. خب نگاه کنید عزیزان، وقتی که یک جانور بی‌ناموس کثیفی رو میارین روی استیج، و بهش تریبون میدین. وقتی میارین رو استیج تریبون میدین، بعد ایراداش هم نمیگیرید. مرتی که پوفیوس پدر سگ داره میگه که مگه مردم کوفه نبودن که به حسین پشت کردن؟ اگه مردم هم بخواهند حق نیستند. هیچ کدوم این آقایون که روی استیجن روی این پیکاپ نمی کنه که این داره میگه آقا ما بر حقی، مردم بر باطلن. آقای علیزاده دیپلمات مملکت میاد میگه شما میگید آقای مؤیدی آزاد بشه؟ ضعیف هستی تو بحث کردن با اینا. کی بیانیه داده که پلیس بکشید؟ کدوم بیانیه بوده؟ هی پاس گل میدید به اینا. ما اومدم یکم بهت بخندم مهم منظر بود کیف کنم. آقای رعوف تحویل بگی، آقای خاده تحویل بگی، برو کسکش مادر قهبه. بیا رعوف، من الان میارمت بالا. آخری بود من در عمرم در اتاق تو شرکت میکنم، دفعه آخر، یعنی تحت هیچ شرایط دیگری. شما عمله جورید و شهوت شهرت دارید. یک کسکش مادر جندهی مثل خزعلی رو میارید روی استیج برای اینکه استیجتون دیده بشه. آقای رایان عباس‌زاده که میری تو اتاق فخری، اتاق فخر، چه اسمش، فخرآور، برای اینکه شنیده بشی، دیده بشی. همه تون این عجز دیده شدن رو دارید به هر قیمتی. شأنتون در همین حده. بیا بالا، من میارمت بالا، اتاقتو بگی من میرم. اینم دفعه آخر. خوبه زمان این رعوف کو، بیا رعوف، بیا بالا. بیا لایکت کردم، چه اسمش، ادت کردم، بیا بالا. اینم مادریتور. من حالا آقای منظرپور قبل از اینکه برین، من بحثی ندارم، من ناراحتم برای خود شما که خیلی عصبانی شدین. با هم اولا ما که حلش کردیم، گفتیم آقا نیاد بالا، بعد که قرار شد اومد بالا صحبت کرد، من فکر نمی‌کردم اینقدر شما عصبانی بشین. داست یک ساعت آخه آقا ما نیوردیم، آقای خزعلی پایین بود. ببینید آقای منظرپور، بذارید من بگم، شما که منو می‌شناسی آقای خزعلی، آقای منظرپور درست نیست، آخه درست نیست. من جواب دادم دیگه آقای منظرپور، بذار من صحبت کنم. اگر حسین به حق بود مردم بر ضدش قیام کردن، مردم به حق نیستن، شما جواب دادی؟
بله آقای منظر پور، بنده به ایشون گفتم آقای علیزاده مسئول خودشونم، ولی من خودم با عصبان با هم بلندم، با صدای بلند گفتم، اتفاقا روی یادداشت کرده بودم، از روی یادداشتم خوندم، خیلی بلندم گفتم که آقا این جریان کشته شد، می‌خواستیم ببینیم کدوم سمته، بعضی چیزا اعترافاتشه، من نمیدونم آقای منظر پور، اینجا یک فضاییه که ما یه میکروفون جلومونه، نمیدونم اگر زمین واقعی بود یا واقعا یک جایی بود که میشد یه کار عملی انجام داد، خب حتما انجام میدادیم، ولی در نهایت من نگران خود شما هستم، یعنی صادقانه بهتون دارم اینو میگم، اصلا من که دنبال دیده شدن نیستم. آقای منظر پور ما هم دیگه رو میشناسیم، حالا دوستان میدونن من تقریبا دو هفته است که اتاق نزدم، دیگه خیلی کمتر میام، به شما صحبت کردم، دارم دوباره برمیگردم سر کلاس، وقتم کمتره، قرارمون این بوده که یه چهارشنبه‌ای هر دو هفته یه بار یه اتاق، اینجوری دیگه دنبال اینا نیست، تموم شد، ما دیدهامون شد، انجام شد و اینا. واقعا من فقط این قضیه است که یه موضوع رو به شما بگم، من همین الان قبل از اینکه اینو بگم، اون دوستایی که الان اومدن و این لحظاتی رو ضبط میکنن، جمع میکنن، فردا میخوان برن تو اتاقا پخش کنن اینا، این کار تکراریه و به دردم نمیخوره، پیاماتون هم هیچ ارزشی دیگه نداره، زمین واقع است. یه صحبتی هم شد، آقای منظرپور مسئول حرفاشه، من وظیفه دارم که پوزش بخوام از تمام گوشهایی که فحاشی شنیدن، بعضی وقت منم عصبانی میشم، منم این کارو کردم، آقای منظرپور هم خیلی عصبانی هستن، برای سلامتی ایشون هم من نگران هستم، همین، چون ایشون رو دوست دارم، مهمم هم نیست، علاقه هم به دیده شدن نداریم، این هفته دو هفته یه بار اینا هم دیگه نمیزنیم. آقای منظرپور من سوالی داشته باشم بخوام مثلا کمکی بگیرم، تلفن شما رو دارم، شما هم همیشه به من جواب دادید، بحثمون اصلا سر این قضایا نیست، متاسفم، به هر حال این تاسفو میخورم. آقای خزلی هم جواب سوال منو نداد، اون سوالم برام خیلی مهم و جدی بود، نه جوابی نداشت دیگه، حالا به هر حال جوابی نبود، چون طرف مردم وای نسادن به قول شما. من دیگه نمیدونم، اجازه هست رو صحبت جان. دیگه هست رئوف جان، یه لحظه خواهش میکنم، اگر که مرسی به رئوف جان، این صدای جیغ جیگر آقای منظرپور بود، این مال اون دردی بود که تو دلش بود، شنونده ها هیچ کدوم حرف زشت نشنیدن، شنونده ها فریاد دل و جیگر یک فردی که سالها زندگیشو برای ایران گذاشته و مردم ایران هم همینجوری درد دارن. من خواهش میکنم مکس عزیز، ببین من میفهمم اینو، بس ما فوش نشدیم، ما صدای جیگر سوخته منظرپور رو شنیدیم. من فوش میگم آقای منظرپور عصبانی میشن، این ببین اصلا حالا توجیه یا بخوایم داستانی رو دکوریت که نمیتونیم بکنیم، آقای عباس ساده اینا من نمیدونم، کار دکتر نوروزی نه، ممکنه دعوت کنین که یه خداحافظی کنیم، یه جنبندی داشته باشیم توی بس، بس رو نمیتونیم دکوریت کنیم. آقای منظرپور نباید فوش میدادن، فقط به خاطر خودشون اول، اینو من که ما که دیدیم که دیگه مکس، هر روز هستیم اینجا دیگه، الان فردا این صدا همه جا هست دیگه، هیچ، این اون داستان غیر واقعی که قرار اتفاق بیفته و درستم نیست اتفاق میفته، و یک شخصیت برجسته ای رو که میتونیم ازش استفاده کنیم از فردا حجم ها رو شروع میشه، سر همین موضوع فقط من ناراحتم. مگه آقای منظرپور تازه با رسانه آشنا شده؟ من آقای منظرپور سالها پابلیک فیگر بوده، عصبانیتش و آرامشش و گفتارش و کردارش رو مردم دیدن، این یک آتشفشانی بود از دل آقای منظرپور. به نظر من هیچ کسی فکر نمی‌کنه آقای منظرپور حرف زشت زده، حالا به هر حال آنچه بود در سینه‌اش بود، به هر حال میگم حالا اصلا نیازی نبود به اینجا بکشه، ما میتونستیم وارد استدلال بشیم و پیروز بیرون بیایم دیگه، این بحثی بود که دنبالش میگشتم و چیزی هم بیشتر از این نبود. من نمیبینم دوستانی که روی استیج بودن رو، نمیدونم کسی هست. منظرپور یک روزنامه‌نگار پیشکسوته، بچه با دانشیه و بی بی سی مسئولیت بالایی داشته در حوزه خبرنگاری. منظرپور اون مدلی برای ما عزیزه کماکان. من عباس ساده هم حتی در دفاع از حق مجید رضا رهنورد پای چوبه دار، حتی در دفاع از تاج‌زاده دربند فاطمه سپهری دربند، حتی در دفاع از نیکا شاکرمی و محمد حسینی که یا به یاد دارید چه جامعه ها دراندیم، چه عشقه ها ریخیم، چه قوقا کردیم، چه برنامه ها ساختیم، او چه کارا که نکردیم، حتی من در دفاع از یک حقانیت بخوام به رفتاری غیر حقانی متوسل بشم، بایستی عزیزان به من انذار بدید، تذکار بدید، من رو مدیریت کنید. در غیر این صورت کلام حقانی من، حقانیت به محاق میره، تعارف نداریم.
جهان ارتباطات، interpersonal communication، verbal communication، پیام تابعی از متدهای پرزنتیشن باید باشه. و من باید فرق بکنم با یک جوان زخم خورده یه مجروح خیابان، منم مثل اون باشم و اونم مثل من بشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. یک نکته دیگر خطاب به برخی از مخاطبانی که میدونم یه بخششون که سایبریان، من نمیترسم عزیزان، از دشنه خوردن و دشنام شنیدن شأنم رو پایین نمیارم، از اون حریم همیشگی کلامی که برای خودم قائلم پاسبانشم، نگاهبانشم و ذره‌ای ازش دور نمیشم. هرچه هم میخواهد دل تنگتان بگویید، اما این نکته رو من به شما بگم، نکنید کاری رو که خدا اینا کرده صدای اغلای یک سرزمین در یک قوغا و غبارآلودی گم بشه. کاری نکنید که با مرحوم بختیار در اون 38 روز شد. همیشه جامعه اگر به قاطعیت انقلابی لازم داره، همیشه جامعه به گروهی از انسانهای پیشروی دلسوز خون دلخورده سیاست ورز عملی لازم داره که بتونه صدای عقلانیت رو به جامعه برسونه و در یک مسیر عقلانی به حل بحران بکوشه. اگر این حلقه رو، این مسیر رو گم کنیم، هیچی باقی نمیمونه. 44 ساله داره فحش میدن، درست خواهند گفت که انقلابشون رو تا انقلاب مهدی هم ادامه خواهند داد، چرا که جماعتی بیرون نشسته بحران آفری میکنند و هیچ حرفی هم نخواهند داشت. فحش اگر هنره، من بکشم بدم، من که اهلش نیستم، به این هنرم آراسته نیستم. کسی هم که میده تحسینش نمیکنم، درکش میکنم. فقط خودم هم تاکید کردم که اگر روزهای آغازین کشته شدن نیکا در بلوار کشاورز بود، من چه برخورد میکردم با کسی که بخواد منکر بشه این نوع کشته شدن 600-700 تا جوان رو. عدالت ورزی هم بایستی مزین به متدهای اعمال حقانیت باشه. آخرین کلام اجازه هست یک لحظه، من دارم کلام اجازه هست. آقای علیزاده عزیز، این که قشنگ نیست که من دارم صحبت میکنم مایک باز میشه، اصلا بخوام بیشتر ادامه بدم. آقای منظرپور عزیز از این فضا قهر کردن رفتن. آخرین جمله رو به ایشون بگم که قطعا بعدها خواهد شنید. محمد منظرپور عزیز، آشنایان ره عشق، گرم خون بخورند کافرم گر که شکایت بر بیگانه برم. همه تون بفرمه پایان. خب سلام عرض. آیه سیدان عیزه بفهمید قربان. یه لحظه آقای مرد فخری اجازه میدید. آقا من دعوت بودم آیه سیدان دعوت شدید، خیلی لطف کردید. نه دیگه الان شما همه خب آیه احمد مصدق بفهمید، بعد آقای علیزاده و آقای خادم، خیلی مهمه برامون. آقای مرد فخری عزیز بفهمید احمد جان، من میخوام نقد رو به شما داشته باشم، چرا که عامل این اتفاق پیش آمده رو من شما میدونم. به دلیل اینکه احمد جان الان به خدا اصلا این شرایط نیست، هیچ مقصرم مکس نیست. الان اجازه بده وقتی باور کن الان علکی به مکس گیر دادی. وقتی که داریم صحبت میکنیم، ایشون داره قلب مطلب میکنه و واقعیات رو داره به صورت انحرافی حرف میزنه، و وقتی که میخوایم مایک باز بکنیم، آقای مکس گوش رو باز میکنه، مایک رو باز میکنه و میگه برید بیرون. احمد جان به چه دلیل این حرف رو میزنید؟ احمد جان این اتاق به دلیل رفتار واقعا احمد عزیزم بود. احمد عزیزم، سه نفر با هم مایک با کنیم که موضوع حل نمیشه. آقای عباس‌زاده اینجا مایک آزاد دارن برای اینکه ورود کنه هر لحظه، مثلا برنامه اتاق همینه. آقای منظرپور، آقای عباس‌زاده در این اتاق حضور دارند که هر ثانیه که خواستن مایکشون رو واکنن. منهای رئوف که برای این نوع بنابراین اگر شما آقای آصفی همزمان واکنین اعتراض کنید که اعتراض اصلا شنیده نمیشه عزیز دلم. مدیریت شما، مدیریت ضعیف شما در این اتفاق امشب نقش اساسی داشت و واقعا متاسفم برای مدیریت ضعیفتون. حالا عمه جان من موافق نیستم بات، نه اینکه بخوام علاکی دفاع کنم از مکس ها،
اصلا واقعا چون تو اون شرایط تو خودت هم اگر مدیریت کنی که قبلا هم کردی، خودت اول که مدیری اینجا، ما همه با هم میذاریم دیگه، فرقی نمیکنه، بارها و بارها میدونی که نمیشه کنترل کرد. بعد جوابم که داشتیم میدادیم داستان سر، من نگرانیم سر این نیست که اصلا چه اتفاقی میفته، نگرانیم این سر اینه که نشد جوابمون کامل چی میگن بهش چارچوبش محکم بشه، یعنی این اتفاق افتاد. ولی مکس که کاری نداره، که مکس فرقی نمیکنه براش تو صحبت کنی یا یکی دیگه. من میخواد بحث درست بشه. تاسف بود این اتفاقی که افتاد، متاسفانه من مایک نداشتم باز کنم. بله. و دیدید که توی این چند سال ما چجوری اینا رو شستیم گذاشتیم کنار، یه دجال آوردید بالا، 9 نفر اینجا بودید، هر چی دلش خواست گفت. من نه مایک نداشتم، چیزی دلش خواست نگفت. آقای شوبری واقعا این اشتباه، این اتاق ضبط شده، همه گوش میکنن. آقای شوبری بذار من اینو بگم که لحنشو عوض کنه و نه آقای اون که عصبانیته، آقای شوبری توجیهی برای عصبانیت نیست، ما همه عصبانی شدیم. اشکالی هم نداره آقای، ببین آقای شوبری، من از شما خواهش میکنم این بحثو اصلا دیدید که مردم ما دارن خون میدن، شما دیدید که ما کاری نمیکنیم. آقای شوبری هر کسی، ببین آقای شوبری دجال یا هر کسی، ببینید یه لحظه اجازه بده آقای شوبری، آقای شوبری عزیز من نمیخوام مایک شما رو ببندم. آقای شوبری یه لحظه اجازه بده، من اصلا از این دخالت ها، ببین تنها اتاقی هستم، تنها اتاقی هم هست که این اتفاق توش میفته، چون واقعیت امر اینه که من اصلا علاقه، حتی از دوستای خیلی نزدیک خودم، مثلا آقای وظیفه شناس، مثلا همین مکس فخرایی، یا کسایی که با، حتی اینا هم نمیذارن، ولی اتاق ما انقدر بازه، هر کسی هر نوع مدیریتی میکنه، یعنی منم علاقه مندم به این قضیه ها، یعنی راحتم هستم، هر کسی هر انتقادی میکنه، مدیریت میکنه، ریاست میکنه، همین اتفاقا میفته، یا به راحتی مهمانان رو بالا پایین میکنن و هر چیزی. بله چشم، الان شما هستی، الان شما هستید. من فقط اینو بگم به آقای شوبری، من شوبری اشکال، آقای شوبری اجازه، آقای علیزاده صحبت کنه برمیگردم. من اتاقم آقای شوبری، اتاق ما فرق، ما اتاق آزاد بوده، ما تیم ملی نمیسازیم آقای شوبری، من قبول دارم، ما اتاقمون تیم ملی نیست. شما ساکت باشید، یه دجال اینجوری بیاد به یک ملت، ساکت نبودیم آقای شوبری، این نظر شماست، نظر اشتباه شماست. اصلا آقای شوبری این اتاقاییه که شما یه خانم شبیه گل سفید تو همون اتاقی که من، اون مدلیه آقای شوبری، من اصلا علاقه ای ندارم اونطوری باشه. رؤوف عزیز ما میتونیم الان اینجا یه لحظه تو مایک من نیایید، مجبور رؤوف شو، من خواهش کردم ازت رؤوف عزیز، من خواهش کردم با عرض معذرت. جناب شوبری عزیز، کی ساکت بوده؟ کی ساکت بوده؟ بنده آقای شوبری، وقتی دیدید من زیر دوش بودم جناب آقای شوبری، من دارم صحبت میکنم، داره به یک ملت آقای شوبری میکنه. جناب آقای شوبری، من دارم صحبت میکنم، هیچ کدومتون از بنده حقیرم شجاعانه تر نیستی در برابر این ویروس های ولایی ایستادگی کردن. منم وادار به دشمنگویی فواشی نکنید، از این بستر برای خودتون فضا نسازید، خون دل ها خوردیم تا اینجا. اجازه بدید آقای شوبری، جناب عباس زاده تا به امروز، اجازه بدید من کلامم منعقد بشه، اجازه بدید کلامم منعقد بشه، درک میکنم، یعنی شما میخواد بگید من الان اینجا هستم برای فضا سازی، یا اینی آقای شوبری شما واقعا فضا سازی دارید میکنید و واقعا دارید اشتباه حرف میزنید، و واقعا من خواهش میکنم دیگه مایکتون رو باز نکنید آقای شوبری. آره جناب آقای شوبری، با عرض معذرت آقای بفرمایید عباس زاده، ببخشید عفو جان، جناب شوبری عزیز، قطعا من تمام قد حاضر بودم که در گزاره چهارم پاسخ آقا، یعنی سه فراز من صحبت کردم، پاسخ این آقای خزعلی رو داده بودیم. جناب آقای منظرپور دوست عزیز من پیام داد که منو گیر بالا، گفتم چشم اومد بالا، من بنابر اون احترام همیشگی که برای ایشون دارم و خواهم داشت گفتم که شما بفرمایید، که خب ایشون با اون شیله خودشون ورود کردن که به اتاق به اینجاها کشه، کسی ساکت نبوده، اتاق یک دست مدافع انقلاب زن زندگی آزادی است، اتاق حتی جناب آقای علیزاده عزیز من دیدم در تمام فرایند و روندها تلاش داشت که این تتم تفکر تادزاده دربند رو برجسته کنه، به مسابقه یک ظرفیت در مسیر گذار تدعین کنه. دکتر نیما نوروزی عزیز و دیگر دوستانی که اینجا، آقای آصفی عزیز و همه عزیزان، کسی ساکت نبود، کسی همسویی نداشت با آقای غزالی، مابقی یک امور تنشی حاشیه‌ای پیش آمده است. به گمان حقیر ورودهای مکرری به این نوع وادی ها رو بایستی جناب رؤوف که مدیر اینجا هستن و با قدرت خیلی خاصی هم مدیریت میکنن ببندیم، اگه خواستید که اتاق رو ادامه بدید با تایتل، البته همیشه باز اهتمام و تکریم و احترام یاد جان باختگان زن زندگی آزادی که تا کور شود خزعلی
هایی که نتوانند ببینند، که بخوان انکار کنند، که بخوان با خانش نظام در ماجرای قتل مهسا همسویی کنند، قطعا ما اجازه نمیدیم. ما پیشروان صف آقایان اول هستیم و اجازه نمیدیم که بخواد کسی از این فضا ماهایی رو که عمر رو در این مسیر گذاشتیم خدا نکرده به تساهل در برابر ستم گویان همسو کنه. آقای رؤوف، آقای مکس با شماست. بله، آقای علیزاده رو بشنویم. آقای علیزاده بفرمایید. ببینید دوستان، من حرفمو میزنم با اتاقو ترک میکنم به دلیل اینکه در حکمت فارسی به ما یاد دادن اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. یعنی اندازه نگه داشتن نه اینه که فقط شما به دوست خودت احترام قائل بشی، رعایت ادب رو داشته باشی، کلام فاخر داشته باشی، نه با دشمنت هم بایستی کلام فاخر داشته باشی. همچنین در ادب فارسی، حکمت فارسی به ما یاد دادن که به اصطلاح البته شعرش یادم بیادش که ما بایستی اندازه رعایت کنیم. من تو الان شما از چی ناراحت هستی آقای علیزاده؟ خب بذارید حرف بزنن دیگه. الان رو همه اشکال حرف بزنن، ولی شما من صحبت میکنم و بعد ترک میکنم، این مثلا چی؟ الان از چی شما به چی برخورد به شما؟ شما که صحبتو کردی، هر کس هم مسئول خودشه. آقای منظرپور هم فوش داده، مسئول حرفاش هم خودشه. آقای رؤوف چه ربطی به اتاق نداره؟ لحظه‌ای که آقای منظرپور از دایره ادب خارج شد، شما باید مینداختیش کنید. هر چند که آقای علیزاده، من جسارت نمی کنم آقای علیزاده، من همین الان شما شروع کنی فوشو بکشی، من شما رو پایین نمیدم. از شما کوچیکترم، سوادم هم کمتره. آقا شأن چی؟ بذارید من حرفمو بزنم. آقا بذارید من دو دقیقه حرفم منعقد بشه. بذارید منعقد بشه. ببینید، من میخوام بگم که اولین پرسش من آقای منظرپور این هستش که مگه نگفتیش در استیجی که آقای مهدی خزعلی باشه من تو استیج قرار نمیدم. ببخشید آقا اجازه بدید من حرفامو بزنم. آقا آقای مکس فرخ، آقا بذارید من حرفامو بزنم. خب آخه الان اینجا آقای منظرپور مگه هستن که؟ خب نباشه. بله من دارم با مدیر اتاق صحبت میکنم. آقای منظرپور، آقای مکس، آقای مکس بذارید صحبت کنم. آقای مکس، مکس عزیز اشکال نداره. مکس عجب دنیایی، شما چه تحمل اینو ندارید؟ دقیقاً آقای مکس، آقای رؤوف، رابطه مورید مرادی و فرقسان نسازید. هیچ کی برای ما بحث فرقسان نه این نیست اصلا. آقای من میگم صحبت کنن اصلا. ایشون مکس مایکو ببند، صحبتشون رو بشنویم. آقای مکس لطفاً تحمل کنید. هر کسی ناراحته، بله جای خودش، ما هم ناراحتیم، ولی اینکه ما بشینیم اینجا بخوایم درس اخلاق بدیم، می توانید یه مقدار دندون به جگر بگیرید؟ آقای مکس، مکس بذارید صحبت کنه. بفرمایید آقای علیزاده، بفرمایید. آقا من دارم میگم که اول از همه آقای منظرپور که از نظر مواضع سیاسیش، نه مواضع اخلاقیش، به نظر من دل در گروه این مملکت داره، اینو میفهمم. اما مسئله ما اگر فقط مسئله سیاسی باشه، خیلی مواضع خامنه‌ای هم شاید درست باشه، اما اخلاقش درسته، ادبیاتش فاخره، آقا به کیهان شریعت مدار ادبیاتش فاخره. ما اولین چیزی که بهش گیر میدیم میگیم کیهان شریعت مدار چرا ادبیاتش فاخر نیست؟ ادبیات فاخر داشتن هنره، هر کسی نمیتونه این هنر رو داشته باشه. من پرسشم از آقای منظرپور اینه که شما گفتی در استیج با آقای خزعلی نمیام، چرا شما اومد رو استیجی که وایس داده؟ این اولی پرسش. پرسش دوم، آقای منظرپور بسیار اوپنینگ استیتمنتش بسیار قوی بود که آقای فضلی مدعی شده این بیانیه صادر شده که برید بزنید و بکشید و تاراج کنید. آقای بیانیه رو منتشر کن بالا بذارش، حرف خیلی قویه. اما جایی که ایشون متوسل به رکیکترین الفاظ میشه، خب دیگه فرق آقای منظرپور با اسکپتیک چیه؟ آقای اسکپتیک نه یک شخصیت حقیقی است، نه یک شخصیت حقوقی.
شخصیت حقیقی نیست به دلیل اینکه نمیدونی اسمش چیه، فامیلش چیه، چند سالشه، کدوم کشوره، چه سوادی خونده رو، چه درسی خونده. نه یه شخصیت حقوقی است، مثلا بگید نماینده یک سازمان، یه دولتی، یه نماینده، هیچ شخصیتی نداره. در یه اتاقی برقرار حضور پیدا میکنه، از اول تا آخر رو شروع میکنه به الفاظ رکیک بستن. من از آقای منظرپور که در دنیای غرب زندگی کرده دارم میپرسم که آقای مهدی خزعلی هر آنچه که افکارش پوسیده و خراب باشه، گناه دخترش چیست، مادرش چیست، خواهرش چیست؟ این روش زن ستیزی نیست در فرهنگی که بیاید زن رو شما به تهمت ببندید. و به خودش نهایتا آقا فرض کن آقایونی که اینجا قلم فرسایی فرمودن گفتن، بله درک میکنیم آقای این خروشان یک آتش فشان است. خب آتش فشان است، نهایتا اگر میخوای جسارت بکنی، توهین بکنی، به خودش بکن، به شخص خودش، به خواهرش و مادرش، اینها به چرا رب بگید. من میخوام بگم بازی برده اینجا، میدونید کلاب هاست، بازیه، بازی به این معنی که یعنی داریم پوان جمع میکنیم، بازی برده که ما منطق امثال آقای خزعلی رو بکوبیم، منکوب کنیم، روشنگری بکنیم، بازی 20 برده ما در برابر صفر آقای خزعلی رو. علیزاده منم حرف شما رو زدم دیگه. آقای رؤوف منم همین حرف شما رو زدم، همین حرف شما رو همین الان زدم. بازی 20 به صفر برده رو تبدیل کرد به بازی 20 باخته به صفر. بله خب منم همین الان همینو گفتم آقای علیزاده. چرا از ما ایراد میگیری شما؟ ما موافقیم با شما آقای منظرپور، واقعا بازی برده رو بازنده آقای منظرپور. دوستان نگاه کنین، اولی موردش هم نبود، یه برنامه ای که توی ایران ضبط میکنن، یه شو، یه مناظره ای هست، اسمش هم یادم نیست، یه آقایی به مناظره ای برقرار میکنه، اسمش هم نیستش. در اون مناظره که با یک نفر به اصطلاح ولایی آقای منظرپور طرف حساب بوده، همین فحش ها، همین ادبیات رو تو اون برنامه ضبط کرده، ازش کنترلش از دستش رفتش و در نتیجه اون شخصی که میگم از اون ولایی ها هستن برنامه ضبط میکنن، مناظره ضبط میکنن، اسمش یادم نیستش، همون رو گذاشت اول تیتراژ برنامه که این آقای محترم خارج درس خونده، یه نماینده تو بی بی سی کار کرده، تو اینترنشنال کار کرده، تو وایس اف آمریکا کار کرده، این ادبیاتشه. خب ببینید دوستان، من حرفمو تموم کنم. من بچگی به من اینو یاد دادن، میگن شما یک ظرف طلا، ظرف طلا، بلورین، اما ملوث به نجاست انسانی باشه و درونش هم آب زلال ریخته باشی، آب زلال گوارا، به یه نفر تقدیم کنی، میخوره یا نمیخوره؟ لحظه اول یارو نه نگاه به این میکنه که آبش زلال است و اینکه ظرف بلورین گران قیمت است، اول نگاه میکنه اون متنجس به نجاست انسانیه، میذارتش کنار. داستان کسی که منطق درست دارد ولی ظرفش ملوث به الفاظ رکیک هست، به ویژه الفاظ رکیک به بانوان، حتی اون بانوان مادر اون باشه، خواهر فلانی باشه، داستان همین ظرف کسیه. من به دلیل اینکه، و من شرمنده ام که در اتاقی وایستادم که آقای منظرپور این الفاظ رو به کار ببره، اولین بارش هم نبوده، بعید هم میدونم آخرین بارش باشه. اگر علیزاده رو به عنوان فردی دلسوز و دوست و مهربان تلقی میکنه، به شدت به او توصیه میکنم که این رفتارش رو عوض کنه، چون انسانی که نتوانه خشم خودش رو، کنترل کنه، دست به هر جنایتی میتونه بزنه، چه آقای منظرپور باشه چه کیهان شریعت مدار باشه. عرضم تمام، مرسی، خیلی ممنون. آقای مقدم ایزه بفرمی قربان، خیلی دهد دو دقیقه. خواهش میکنم آقای جواد خاده هستید با ما آقای خاده. من فقط یه چیزی با آقای علیزاده بگم، من چون با آقای علیزاده یکم صدا رفت، من معذرت میخوام، چون آقای علیزاده باز میخواد دوباره توضیح بدن. نه نه دیگه من توضیح نمیدم، نه توضیح ندارم، آقای خاده من مستقیم میشم. چشم،
من فقط یه موضوع رو آیه علیزاده، ما اصلا نمیتونیم اصلا این شرایط رو نداریم که بخوایم از موضوعی که مذبوحه بخوایم دفاع کنیم، یعنی مثلا فحش دادن یا فحشای رکی که شنیده شد رو استیج. من از همه مردم همون لحظه عذرخواهی کردم، همون جلوی آقای منظرپور که حضور داشتن گفتم آقا پوزش میخوام از همه گوشهایی که شنیده شد، کاری که میتونم بکنم. پایین آقای منظرپور میداختید پایین، نمیتونی اون بی ادبی مضاعفه آقای علیزاده، بی ادبی مضاعفه، ما نمیتونیم این جسارت. ادب ادب نرم جهانیه، ببینید آقای علیزاده، من سعی کردم، ببین من یه لحظه میخوام که اگر خواهش کنم که بذاریم حرف، ما سعی کردیم مایک ایشون رو ببندیم، دو بار که این کار کردم ایشون متوجه شدن، بنده رو موو دادن پایین، یعنی من دیدم رو هوا میگه صحبت نمیتونستم، هیچ اراده ای نداشتم، پایین اتاق بودم و دوستان دیگه هم همینجور، و اون اتفاقات افتاد و بعدش اون اتفاق افتاد دیگه. آقای منظرپور هم خودشون میدونستن که ما رو دادن پایین، یعنی میدونستن و مسئولیت از رو دوش ما خارج کردن، چون دیگه بنده اصلا هیچ کس بالای استیج، خود ایشون بودن و آقای خزعلی، یعنی کسایی که ما رو دادن میتونم... خود آقای، یعنی کسی که دادن بله. پایین دیگر بله. خود آقای خب اینم بله. اشتباه محض اوه بله. خب یعنی آقای اتفاق... آقای بله. یعنی آقای منظرپور این اتفاق افتاد که اشتباه هم نبود، اتفاقا مسئولیت برای این دیگر استیج قرار بگیره فوش و فتراتش رو نصیب یه نفر بکنه، دو نفر آدم آقایان رو بازم رو میگن اونا رو هم میفرسته پایین. یه لحظه آقا یه چیز باز نکن مایکو دیگه، داریم با آقای عزیزان صحبت میکنیم، به اندازه آقا میگه دلائل قوی باید و منطقی، نرگ های گردن به حسین، آقای علیزاده به خدا، آقای منظرپور پس اومده من به یک موقع گردن باد کرده در یه شرایط رگ گردن باد کرده اومده اینجا، منو همه رو به اونایی که نشان عقلانیت جامعه ما هستن. آقای احمد، آقای لحظه درست نیست، آقای شوبری مایکو باز نکنین، ما نمیتونیم اتاقو کنترل، چه اشتباهی میکنیم به هر کسی اجازه میدیم. آقا دو نفر افرادی که عاقل اتاق هستن، رایان و آقای خادم و آقای حمید، آقای واسفی و عاقل اتاق هستن، آقای علیزاده شما اینا رو پایین بفرستی که میخواد فحش بده. خب پس بهتره که آدم دیگه ایشون هم بگیم در منظرپور این کارو کردن، اون موقع این کارو کردن انجام شده رفته، ما مقصر نیستیم. بسیار خوب، من حرفمو زدم، من حرفمو زدم، در مجموع صحبت‌های شما بله شنیدم، مجموع صحبت‌های شما با بنده هم یه صحبت بود آقای علیزاده، یعنی شما دقیقاً صحبت‌های منو تکرار کردین. بسیار خوب آقا، ببینید دلائل قوی باید و منطقی، نه رگ‌های حجت بگردن قوی. بله من میخوام بگم که در استیجی که ادب رعایت نشه، این همه بانوان سرفراز آقای علیزاده رفتا ببخشید، من لااقل در اون اتاق باقی نمیمونم، از اتاق شما خداحافظی. آقای علیزاده خیلی ممنونیم از نقطه نظرهای شما، و رئوف جان من از شما هم استدعا میکنم. آقای خادم بفرمایید. من این چیزها رو قبول ندارم مکس، بذار یه دقیقه آقای خادم منظرت میخوام، ما بچه این حرفا کدومه؟ من نمیدونم، این الان آقای علیزاده حرف منو تکرار کرد، یه سری نصیحت هم کرد، تعجب میکنم. آقا یکم و یکم شما دیگه اینجا آقای علیزاده کاردار بودین، بعدش هم تو انگلستان داره زندگی میکنی، الان ادا چه دقیقه صبر کن مکس، مرد خرد نصیحت میکنی صبر کن، اشکال نداره، چیزی پنهان نداریم که. من این اتاق چه آقای منظرپور که دیگه نیست اینجا، مگه کسی به غیر از آقای منظرپور عصبانی شد؟ نه هیچ کس. شما این ترک کردنش، من ترک میکنم، برای چی ترک میکنی الان؟ ما رو نصیحت کرد اولا که آقای منظرپور رو باید نصیحت که نبودش الان، پس الکی این کار کردی. حرفایی هم که تکرار کردی که ما 0-20 باختیم، که من زودتر از شما گفتم، اونم بی دلیل بود، پس ترکتون هم بی دلیل بود. اینجا فقط نمیدونم چی شد، نکنید این کار آقای علیزاده.